نگاه کنین این پسر رونالدو اصلا چیزی بارش نیست. این سنم دو داشت خوبه یه حالا چی دارد واقعا همین الان ذکر خیرت بود جانم الان الان دو داشت از اوله رو بگید داشت چی اونجا میشسته سب چی میگه چی کاره یار چی بود یاره چی اونجا نشسته باش کن یاره ابرام باز کلوف رو چی میگی یاره ونگ میکنی به قلع گوشه ما نمیشنسم تو رو کی بودی تو کو ببینم تو کی بودی مویم تو رو نمیشنسم برو یاره دراز بیا به قلعم برو گمش بابا نگاه کن من داره تو تلویزیون نشین میدی نگاه کن سلام ای بابا بیا پایین بیا پایین پسر جان بیا بسته دیگه این دختره الان تو رو بوس کرد نه بابا این بچه رو بوس کرد ببخشی من یک لحظه میتونم برم باشه باش یاره چی خوابم یه بابا چشمه من میتونم باز کنم دیگه سر صحابه که برم صحابه معذرت میخوام واقعا ببخشید این قضیه که دیشب دم در هتلتون اومدن سر صدا کردن و نذاشتن شما بخوابین چی بوده برای ما بله مثل این که سری هم حالتون بد شده از دیشب درسته شما نگاه کنین دیگه چند نفر ازم بعد زور آمدن جمع شدن جلوی هتل ما شروع کردن به دست زدن و جیغ زدن و سر صدا کردن ما گفتیم دیگه اینا شب بشه خود جان مدن خانش صدا نمیه بلندتر میگم دیگه ساعت 2 شد ما خودم برخواستم آمدم دم پنجره گفتم داداشیا ما فردا بازی داریم میخوام بخوابم این کارا یعنی چی به چی سر صدا میکنن زنگ بزنم پلیس بیا بگیرتان خلاصه زنگ زدم پلیس بنده خدا آمد خودش آژیرش از اینا بلندتر نخوابیدم دیگه خلاصه داداش چی رو داری نگاه میکنی یک ساعته نگاه یه دونه کفتر توقی نشسته اونجا نیش برو داری میگی برو بابا او که موسا کوتی بگنش نبیدیمه چی شاشی درو اون نیست بابا کفتر ها نگاه یک دینه سینه سرخ اونجا نشسته میبینی دیدم داداش میخوام تعویض بشم دیگه نه داره میگم از اون بردارو بیرون حرف بزن از اون بر بعد میگم تعویض بشم بیا برو بده شیره بس درست میکن دیگه به میگم بیا برو دیگه برو دستمون بردارو کار درگته از این بر بعد خب از اینجا باید بری دیگه برو ما نمیفهمم ما از همونجا برو برو یاره داداش چی شد باختن فیناله ره دیگه بالاخره یک تیم بند بو بازه دیگه حالا ما باختم چی اشکالی داره قضیه این ابر سیاه چی بالا سرتان بارون مبارک این قانون جدید فیفا گفتن بالای سر سرمربی بازنده باید بارون مبارک نمیدونم باور کنیم چی کاریه یخ گیردم به خدا من نمیدونم باور کنیم کی گذاشته این قانونه ولی خب هرچه هست هست دیگه حتما فکر داشتم خب الان دیگه اصلا مغزم کار نمیکنه باور کنم از صبح اینجا اینقدر سر صدای این تماشاچی ها خیلی سر صدا میکنن نمیدونم باور کنم گوشاتم کر میره الان اینقدر داد زدم جلوم درد میکنه باد کرده اینقدر بد شده حالا این تماشاچی ها بوق 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 گوشم ها کر رفت باور کنه نمیخوام سر صدا کنم نمیشه دیگه جلوم درد شب کجا وای میسن شما شم بگم اون که میخوام برم بیرون یا جامعه یا گارشگاه پیدا کنم پشت کلم یا خط بگیرم دیگه به چهارم گفتم برن هرچی سوقاتی چیزی میخوان پیدا کنن گیر بیارن بخرن دیگه فردا صبح میشن نه راه میفتن چیکار داری میکنی داداش خب داداش چیکار کنم دیگه با یک نفر آدم اینجا کی به حرف ما گوش میکنه اینجا خب حالا بیا ای بابا آی کریوش ما شنیدیم که شما خانم پرتغال تا دیدیم به سرمربی پرتغال برین که اگه بازی رو بردن دیگه نمیتونستن برن پرتغال قضیه چی بوده خودتان تعریف کنم بله اتفاقا ما دو تا لوستر هم داشتیم تو خانه اونا رو هم ور نداشتم از هم اول بازی درون به اینا اشاره میکنم میگم داداش ما یک قول و قراری داشتیم قرار بود یک کاری بکنن اصلا توجه نمیکنن به ما با اینکه واقعا تیم ما آماده بود اصلا نیازی به این حرفا نداره ولی خب ما خودم آخر بازی رفتم در گوش بازیکن چا گفتم تو داش یک گلی بره ما بزن اینا گوش نمیدن به حرفا دیگه نمیدونم از خودشم بپرسن قضیه چی بوده قضیه این بوده که ما خانه رو گرفتیم درسته ولی ما یک نفر آدم چیکار میخوام بکنم میگه صدای میگم دو داش یاول کنم شل بگیره کریستیانو که ازو بر بقیه بازیکنام ازو بر ما هم الان کاری نکردیم خانه رو اتفاقا اوپن چم رنگ کردیم خیلی هم قشنگ شده میتونن بیان بگیرن دیگه الانم که دیگه کاری باشن نداره پرتغال خیلی خوش اومدین دیگه خدا
کفشم قشنگه، نگاه از راهن کردم کفش میخی اصلا، فقط این کمی بغلش پام میزنه، وقت برم عوض کنم ولش کن. چی شد که شما این بازی رو باختید؟ اتفاقا ما بردیم، چون اگر دقت کرده باشین گل ما زده. گل شما زده؟ بله، همه دیدن بازیکن ما زد. من نمیدونم این آقای داور برای چی گل زد به اسم اونا. همه دوربینا دیدم که بازیکن ما قشنگ با سرش زد تو دروازه. یه داش توپ با سر زد تو دروازه، خودم گل به خودی زدم. خب اونجور هم اگر بخی حساب کنی، الان ما یک یک مساوی هم، یک گل زدم یک گل هم خوردم اگر اونجور که شما میگی، ولی اونجور که بخم بازی رو به بازم واقعا حق ما نیست. ما برم از این داور فردا برم شکایت میکنم، باور کنم برم شکایت میکنم به فیفا شکایت میکنم از این داور، چاره ای ندارم دیگه. دیدش بکنم شما داری میکنی حالت خوب نیست، نمیفهمی چی داری میگی. نه حالت خیلی خرابه. نه دیدش ما خودم میفهمم چی دارم میگم، شما نمیفهمی چی داری میشنی. موهی رو میشنسم نزد آور زد داشت، زد داشت دیگه، فقط یک کم دیگه خدا وکیلی بد جور زد. نه اونجور که نه، ولی ها اینجا هم شنگ درد گرفت، فقط یک کم نازش که. بریم سر اصل مطلب. شما تو بازی آلمان و مکزیک دست دیدی به بازیکن آلمان فشارش دیدی گفتی برو عقب، قضیه چی بوده بر ما تعریف کنین ببینیم چی شده. درسته دیگه، نگاه کنین این از اول بازی داشت خیره بازی در می آورد، من چی نگفتم یک بارم خوندم آب رفتم ای آمد ما خیلیم. خب دیگه اون صحنه خطان نبود، علیکی هم آمد خوش چسبون، ما مو فقط دستم گذاشتم رو سینهش، گفتم یکم برو عقب داداش فاصله رو رعایت کن دیگه. او هم یکم شیطنت کرد، یک دو تا از بیچارم صدا زد، اتفاقا دو نفر از دور برم آمدن ما رو بزنن، ولی خود داشت ما خودم بچه پایین شهرم که مربند دان دو کاراته دارم، اگه بخوام اینجور بشه به شما رو بزنم کاری نداره بگه ما، ولی خب دوست ندارم که تو فوتبال خشونتی چیزی. اتفاقا یکی از بچه ها گفت و تو از رفیقاتن هم که خیلی کار درستن بودن همونجا مخواستن بیان جلو. بله یکی از بچه ها اتفاقا گفت، مو گفتم نه داداش ولش کن اتفاقا بچه هم بیاره. سلام عرض بکنم خدمت شما آقای فقانی، واقعا خسته نبشین، میخواستم یک توضیح در مورد قضاوت در جام جهانی به ما بدن که ببینیم چی جور هست. بله خب شما نگاه کنین، قضاوت تو جام جهانی کلا یک سری فرقایی داره، مثلا اون زمان داور لباساشو میپوشید بلند میشد خیلی قشنگ میرفت وای مسد وسط میدون سوتشو برمیداشت سوت میزد بازی شروع میشد، بعد دیگه خطا میشد کارت میداد هر کار دوستاش میکرد، یا مثلا اون زمان 10 تا گل آفساید میزدن فرداش متوجه میشدن مثلا برنامه 90 میگفتش که الان فلان داور این کار کرده اونجا آفساید بوده نگرفته پنالتی بوده نگرفته، دیگه الان نمیشه واقعا اینجوری داوری کرد. 10 تا برنامه 90 نشستن بالا سرت همه دارن نگاه میکنن، تق زنگ میزنن الو ویدیو چک مربع نشون میدی شما میگه بیشیم بچه جان خطا بوده، همه دوربین از او بالا دیدنه، دیگه نمیشه اشتباه کنی اینجا. بعد این چیزی که مهمه قدرت بدنی که شما بعدش میشه، حالا من نمیخوام نامو برم، یکی از بازیکنان آلمان تونی کروز بود اسمش، آمد جلوم واسه گفتم بچه جان چی میخی واسه اقم یک لحظه، بازم تو گوشم داشتم میگفتم، گفتم نمیشه که یه آمده چیز خونده خودش به داور داشت، نمیشه که خب نظر شما در مورد این مسابقه چیه؟ بالاخره روسیه هم هست شد از جام جهانی، چی شد اتفاق افتاد؟ یک بار دیگه بپرس فهمیدم. درم میگم چی شد که روسیه از جام جهانی حذف شد؟ شما پسر جان یک جوری دیدی حرف زدن انگار تقصیر مو بوده روسیه از جام جهانی حذف شده. نه؟ خب داداش شما بالاخره سرمربی تیم یک توضیح باید بدید. ربطی نداره به ما. خب ولش کو، نظر شما در مورد این مسابقه چی هستش الان؟ اگه سوال دیگه ای دارین بپرسین. سوال همین سوال ما سوالی نه. بره یاره. ای بابا. داداش رسیدم. چکرم. چی شدی آخر کار داشتی گرم رفتی شما خیلی دویدی تشنت هم شده. بله دیگه. مو یک دوتا پنالتی گرفتم از اینا، بعد اصلا حواسم نبود که اینجا روسیه، یک دفعه به چاها گفتم رئیس جمهور روسیه هم تو ورزشگاه فرار کن، گفتم اینجا رو فرار کنم شب تو هتل میخوام چیکار کنم، خلاصه اوضاع خیلی خرابه دیگه، خب ما بردم دیگه، حالا چیکار کنم مثلا. داداش نشستی رو ما مخندی چیکار کردی هست شد اسپانیا، شما اصلا مربیگری بلد نیستی؟ ما اول به شما نگفتم مربیگری بلد نیست و مورد نظر اندرون این کرد، نگفتم خودم که نیست بلد نیستی؟ نه دیگه داداش بکر این مورد رو نکرد چیکار میکردم، این هم اندقا در اندی آمد ما بودم ما چیکار کنم، گفت فوتبال بازی کنم دیگه، الان شما باید برون گول بزنم بکنم، باید برنده بشن برین بالا برین تو دروازه گول بزنم،
تنگ بزنه، شود بزنه، سال کنه، هر کار گوشونه میکنه، نمیدونم چیکار کنم. هر کیم گوشونه رو تق میزدم پس کلش، تق میزدم پس کلش. بدونی ما شانس ما بعد بود خوردم به روسیه ای بنده خدا رئیس جمهور شدم. تو ورزشگاه بود دیگه بیچاره یکم تیرسیده بودم، ولی خب مربی تنم خب میگه این چی بلند نیستن کی آمده اونجا میگه ما گفتم همونجا شوت بزنن گل بزنن راست درست اونه که آ بابا اونه میخوام دم در بگیرم بزنم بابا کابرون مار بر صبح ما رفتم مارشگاه خط گرفتم موامه میگه بری چی مواتیجی شما رفتین داره شما تیم تدایت کنیم که از یه